اگر برداشت بی رویه ای آبهای ایران کاهش نیابد 70 درصد مردم کشور را ترک می‌کنند این هشدار جدی وزیر کشاورزی سابق و کارشناس برجسته حوزه آب در ایران هست. آیا این هشدار بزرگنمایی در حوزه چالش آب است یا تلنگری است به حاکمیت برای دستیابی به راهکاری بلند مدت در کاهش بحران کمبود آب در ایران همه ی کارشناسان حوزه های محیط زیست و کشاورزی ایران بر این نظرند که بحران بزرگ کمبود آب پدیده شناخته شده است برای مردم و محیط زیست ایران. به قول کارشناسان این یک پدیده سرطانی است. پدیده ای به نام کمبود آب که جان مردم و محیط زیست ایران را نشانه گرفته است. در همین زمان بخش کشاورزی مصرف کننده بیش از 90 درصد آب هاست و به دلیل آبیاری سنتی بیش از 40 درصد این آبها به هدر می رود. این مصرف بالای آب کشاورزی به کاهش سهم آب آشامیدنی شهروندان منجر شده است. اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران ایران می گوید همکنون 550 شهر همراه با 13 کلان شهر ایران دچار کمبود جدی آب آشامیدنی اند و عباس رجایی رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفته است یک سوم روستاهای ایران فاقد آب آشامیدنی اند. حالا ایسا کلانتری وزیر پیشین کشاورزی و رئیس کنونی خانه کشاورز ایران میگوید اگر وضعیت کمبود آب در ایران به این شیوه ادامه یابد هفتاد درصد مردم ناچار به ترک کشورشان ایران هستند آقای کلانتری ریشه مشکلات را در تصمیم گیری های سیاسی حاکمیت ها دانسته و افسوده است امور سیاسی اقتصاد و محیط کشور را به خاک سیاه نشانده و صحبت از خودکفایی کشاورزی نادرست است این هشدار زمانی مطرح می شود که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بر افزایش جمعیت ایران تا 150 میلیون تاکید کرده است معتقدم که کشور ما با امکاناتی که داریم می توانه 150 میلیون جمعیت داشته باشه من معتقده به کسرت جمعیت هم. هر اقدامی تدبیری که میخواد برای متوقف کردن رشد جمعیت انجام بگیره بعد از 150 میلیون انجام بگیره هشدار ایسا کلانتری با واکنش تند مقام های حکومتی رو برو شد و رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی آن را جوک سال و شمار دیگران را دروغ سال خواندند. اما همین مقام ها نیز بحران بزرگ کمبود آب را بزرگترین چالش مردم و محیط زیست ایران دانستند.